سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه کاکتوس امروز. امروز با شما میخواییم از همین جا از استودیو کاکتوس بریم به دره عبدالله خیل ولایت پنجشیر، جایی که مورد جوانان دره عبدالله خیل مورد هدف اصلی رهبران و جنگجویان گروه طالبان بوده در بیشتر از 2 سال اخیر. چرا؟ به دلیلی که مقاومت گویا از همین ولایت در مرحله دوم سرچشمه گرفت. در مرحله دوم مقاومت از همین ولایت عبدالله خیل سرچشمه گرفت و در برابر گروه طالبان ایستادند. اما گروه طالبان و جنگجویان و نظامیان گروه طالبان در دره عبدالله خیل دستشان و چنگالشان به یخن فرد عجیبی گره خورده. موسی شاهین، هنرمند موسیقی محلی افغانستان، کسی که سالها در محافل خوشی مردم افغانستان قرصک خواند و به یاد روزهای قدیم و به یاد روزهایی که در زندان گروه طالبان شکنجه شده و اسیر بوده، در برنامه امروز صحبت خواهد کرد. خانم ها و آقایان، کاکتوس امروز دره عبدالله خیل ولایت پنجشیر. در تمام جای صحبتهایتان که قسم میکردید، من در یه جایی نشنیدم که شما کدام نفر را کشته باشید. چرا پس طالبان شما را دستگیر کردند؟ چرا طالبان شما را زندانی کردند؟ چرا موسی شاهین از مخوفترین سلولها و زندانهای گروه طالبان و استخبارات طالبان سر در آورد؟ چی بود گناهتان سر؟ ما در نزد طالبان دو جرم داشتم. یکی که آوازخوان بودم، هنرمند بودم که آهنگای حماسی را خوانده بودم، یک. و دوم از اون که از پنجشیر بودم، بخصوص از دره عبدالله خیل. در بار اولی که شما دستگیر شدید و به زندان برده شدید، کجا بود؟ کی بود؟ و چی گفتن به شما؟ دوستای ما را بسته کردن، چشمه ما را چشمند زدن. دیگه ما نفهمیدیم که در موتر انداختن، در استقامه در تقریبا 20 دقیقه یا کم یا بیش ما یک جای رفتیم. دیگه اتاق سب نم بود، دیگه اکسیژن هم نداشتن، باش قید بود. 7 روز باید اونجا ما را اینار بسید کردن. اما واقعا در زندان چه شکنجه می شدید جناب شاهین؟ و چگونه شما را شکنجه می کرد؟ خیلی از هر لحاظ مثلا دریغ نمی کردن، یعنی برای ما برق می دادن. در ریاست چلوکاوا خیلی شکنجه و اینا شکنجه فیزیکی دادن و شکنجه روحی دادن و خیلی هم وضعیت هم خوبی نیست و زیر تدابیر دکتر است. قرار است که به وطن برگردید یا نه؟ تا زمانی که مردم در آرامیت و در خوشی دیگر قرار نگرفتن، هیچ زمان من به موسیقی ادامه نمیدم. مادرم دیگر آمده بود و اینا برای اونا اجازه ندادن. سلام و وقتتان بخیر جناب موسی شاهین، هنرمند خوب موسیقی افغانستان، کسی که سالهای سال مردم افغانستان مخصوصا در این سالهای آخر با صدای او، با شیوه ناب موسیقی قرصک او خاطره ها دارند و چه شب و روزهای خوبی بود قرصک میشنیدیم در افغانستان، کیف میکردیم. خیر، خدا هم روزها رو باز بیاره. سلام، وقتتان بخیر جناب شاهین. به نام یاد خدا سلام عرض ادب دارم خدمت شما و برای تمام بیننده های برنامه کاکتوس. امیدوار هستم در هر گوشه و کنار دنیا که هستید جور و صحتمند و سرفراز باشید. تشکر، بخیر باشید. بسیار زیاد سپاسگزار جناب شاهین که دعوت ما را قبول کردید. من میدانم شما در افغانستان نیستید، میدانم شب و روزهای بسیار سختی را پشت سر گذاشتید، میدانم که این غمچین تلخ زمانه توسط گروه طالبان با پشت شما هم خورده است. من امیدوار هستم که این برنامه و برنامه امروز یک گفتگوی بسیار متفاوت داشته باشیم با یک هنرمندی که بسیار از مردم افغانستان او را دوست دارند، هرچند که
بعد از آمدن طالبا حتی همین هنر هم یک رقم قومی و سمتی و نژادی و لسانی شد. همین لحظه‌ای که ما با شما مصاحبه میکنم شاید یک تعداد زیادی از وطن‌دارای ما بگن که برادر ما خوشم نمیای عصبی، یک تعداد دیگه بگن که نه تو خوشت نمیای موسیقی نمیفهمی، من خوشم میای. همین لحظه‌ای که ما صحبت میکنیم یک تعداد هموطنای ما احتمال بسیار زیاد که کامنت میکنن و پیام میگذارن. اما به هر حال جناب موسی شاهین، به قصه های تلخ زندان های طالبان میرسیم که شما تجربه کردید، اما بیایید در شروع از روزهای خوب زندگی قصه کنید. جناب شاهین، موسی شاهین چند ساله است؟ موسیقی را چه زمانی شروع کرد؟ چطور به شهرت رسید؟ تشکر جناب لشکری صاحب گرامی، خودتان بزرگوار هستین، لطف میکنین. ما تمام اند مردم افغانستان را دوست دارم، برای همگیشان احترام قائل هستم، بخصوص برای شما. ما موسی شاهین هستم، از ولایت پنجشیر، یکی از آوازخوان های محلی افغانستان. ما در حدود 15 سال پیش ولی آوردم به موسیقی، بیشتر علاقه منی داشتم به موسیقی و به هنر، و سنم 28 است و مقطه لسانس گرفته من جناب. بسیار عالی، بسیار عالی. اما جناب شاهین، موسیقی شما، سبک موسیقی شما یک موسیقی بسیار منحصر به فرد است در افغانستان، هم شیوه اجرای او فرق میکنه و هم سبک هنری او با دیگر زاویه ها و سبک های موسیقی در افغانستان مخصوصا فرق میکنه. چقدر بر خودتان لذت بخش است؟ چقدر بر خودتان کیف میکنید که قرصک میکنید سب؟ لشکری صاحب گرامی، ما خب به تمام هنرمند ها احترام قائل هستم و تمام هنرمند های دیگه مشهور بزرگی هم بودن و سبک مختلف داشتن، و از نوع سبک خاص مبود، سبک من سبک موسیقی اصیل افغانستان، بخصوص موسیقی اصیل پنجشیر من پیش می بردم که امرای دف و دایره میگن به لفظ آمیانه خود ما پنجشیر. ما بخشایی که شیرهایی که استفاده می کردم، شیرهای از غزل و ربایی، خلاصه خیلی لذت بخش بود برای من. چه میگنی برای تمام مردم افغانستان و اون محفلی که بدون قرصک و بدون شاهین به نظر ما غیر ممکن می بود. یادش بخیر، بله من یادم میاد که اتفاقا در یکی از شب نشینی های کابل به دعوت یکی از دوستان من که نمیدانم امیل از بعد از اینکه فرار شد از کابل که اونا کجا هستن یادشان بخیر، در یکی از اون محفل ها من دعوت بودم که جناب شاهین صاحب بزرگوارم بودن. یک شب بسیار فوق العاده، البته روبرو نشدیم، اینکه من بسیار دور شیشه بودم و شاهین صاحب معمولا که می اومد از اون دروازه اون بالا می بردن سب، ما غریبا رو دم دان دروازه ده اونجا یک چوکی میماندن که بشین دیگه. از اون دور دور صدای شاهین صاحب می اومد و صدای قرصک می اومد و صدای دف و دایره می اومد، بسیار کیف میکردیم، بسیار یادش بخیر. اما به هر صورت شاهین صاحب، یک سوال در رابطه با همین سبک موسیقی، این سبک موسیقی ولایت پنجشیر است درست؟ بله. یعنی این موسیقی است که پنجشیری ها ابداع کردن و در ولایت پنجشیر رسم و رواج محلی است درست است؟ لشکری صاحب گرامی، قرصک در پنجشیر ریشه عمیق داره که از زمانهای قدیم و گذشته ها استفاده می شد و تاریخش دیر است، و مردم پنجشیری را در محفلهای خوشی و در انعامات هایی که مثلا داشتن از او استفاده می کردن، که من یکی از آنها را بخش قرصک پیش می بردم. بسیار خوب. جناب شاهین، گفتید 15 سال هست که موسیقی را به صورت حرفه‌ای پیش میبرید درست است؟ بله. بسیار خوب. از سن بسیار کم و تقریبا یک 10 سال است که بعد اوج شهرت هستید و مردم افغانستان شما رو میشناسن درست است؟ لشکری صاحب گرامی، من زمانی که 15 ساله بودم و روی موسیقی آدم در سنهای 20 ما چند بود که و چند کلپ ساختم و یک دونو کلپام نمونش آهنگایم که به نام جبر ستم بود که مرا با شناخت و با شهرت کشان، که بعد از اون باز من اشتراک کردم در برنامه های تلویزیون تو و تلویزیون های در افغانستان بود، تلویزیون های خارج ما برنامه می کردم و بخصوص تلویزیون در طلوع برنامه ستاره افغان در لیگ برتر که بیشتر جوایز گرفتم. یادش بخیر، لیگ برتر فوتبال نگویید که به خدا، تلویزیون طلوع لیگ برتر که میکردم فدلک ما او میشه، یادم روزایی میفتم که هیچ کس باور نمیکرد که لیگ برتر
ورزش هم میتونه یک برنامه پربیننده باشه. شب و روزایی که یادش بخیر سر لیگ برتر در کابل صحبت میکردیم در تلویزیون طلوع، هرچند که یک برنامه وارداتی بود و بسیار فوق العاده بود، اما ما به عنوان اگزیکیوتیو پرودوسر وقتی که تازه شروع کردیم کمتر کسی باور میکرد. خب دور اول ساختیم و دور دوم اینا بسیار فوق العاده پیش رفت. خب باز سرعت ما به دیگه جای رسید و رفتیم کرکت ساختیم. از قرصک یک به یک رفتیم طرف عتن دیگه سرعت ما اون شد. اما جناب شاهین در تمام جای صحبت هایتان که قسم کردید ما در جایی نشنیدم که شما کدام نفر کشته باشید، شما دزدی کرده باشید، شما کدام قسمتی از وطن را فروخته باشید، شما به خانه کسی تجاوز کرده باشید. اگر هیچ کدام از این کارها را نکردید و تنها موسیقی هنرتان و کارتان بود، چرا پس طالبان شما را دستگیر کردند؟ چرا طالبان شما را زندانی کردند؟ چرا موسی شاهین از مخوفترین سلولها و زندانهای گروه طالبان و استخبارات طالبان سر در آورد؟ چی بود گناهتان سب؟ لشگری صاحب گرامی، ما در نزد طالبان دو جرم داشتم. یکی که آوازخوان بودم، هنرمند بودم که آهنگای حماسی را خوانده بودم، یک. و دوم از بودم که از پنچیر بودم، بخصوص از دره عبدالاخی. چه مشکلی داره اگر شما یک شهروند پنچیری، یک شهروند دره عبدالاخیل، چه دخل و تصرفی به مولا هیبت الله و به گروه طالبان داره، چه دخل و تصرفی به چه ضرری به گروه طالبان داره جناب شاهین؟ چرا یک پنچیری را باید طالبان خوش نداشته باشه؟ لشکری صاحب دیگه اونا باید از خود شما پرسیده شده که چرا، یعنی موسیقی در افغانستان دیگه جرم است، جرم داشته میشه و کسایی که اهل موسیقی بودن یک تعدادشان از افغانستان بیرون شدن و تعدادشان راهی زندان شدن به شمول خودم و یک تعدادشان در شرایط بسیار سخت و بد دیگه دست پنجه نرم دارن. میشه که سوال از اون کسایی که مسئول دولتشان هست باید از اونا پرسیده شود که چرا. اما پنچیری بودن هم به فکر شما جرم بوده در نزد طالبان؟ بدون شک. من 50% اگر به خاطر آواز خواندن و هنرمند بودنم که یعنی با قول خودشان و شما ترویج کننده فساد هستیم، 50% دیگرش به خاطر پنچیری بودنم که راهی زندان شدم. بسیار خوب. جناب شاهین دقیقاً من شنیدم که شما دوبار توسط طالبان دستگیر شدید و زندانی شدید، درست است؟ بسیار خوب. دوبار در بار اولی که شما دستگیر شدید و به زندان برده شدید کجا بود، کی بود و چی گفتن به شما، چرا شما را دستگیر کردن؟ جناب لشکری صاحب زمانی که حکومت جمهوریت سقوط کرد و ما بعد از یک چند مدت گذشت در کابل شرایط روز به روز سخت شده، روان بالای همگی بخصوص سر هنرمندا، باز ما تصمیم گرفتیم که باید از افغانستان بیرون شویم. آمدیم در ولایت هرات مرز اسلام قلعه، اینا طالبان من دستگیر کردن که نمیدونم که جرمم چی بود، پنچیری بودم، هنرمند بودم و ما با فرموده شما کدام کاری هم نکردیم و نه افغانستان ما معامله کردیم و نه دزدی کرده بودم و خدا ناخواسته کارهای خلافی رو ما پیش برده بودم. یک هنرمند همیشه آرزو این بوده که مردم ما خوش باشن، همیشه در خوشی های مردم ما پیش قدم بودیم و نمیدانم به طالبان چی عقده داشتن برای ما. در کجای هرات شما را دستگیر کردن بار اول جناب شاهین؟ لشکری شاهین ما را اینا در اسلام قلعه دستگیر کردن که در مدت 7 روز من ازشان بودم و بیشترین شکنجه را دیدم. بعد از 7 روز باز اینا من را رها کردن. بسیار خب، یک لحظه. در مرز اسلام قلعه منظورتان است، در جایی که پاسپورت ها خروجی میخوره برای وارد شدن به کشور ایران، در همون جا شما را دستگیر کردن؟ بله. پاسپورتتان را دیدن شما را دستگیر کردن جناب شاهین؟ از روی نامتان شناختن؟ معلوم نبود جناب لشکری صاحب، شاید که از دلیل از نام بود یا گزارش برایشان رسید که یا آوازخوان از هنرمند است. باز اینا کاری که برای ما کردن و پاسپورت ما چیر کردن و ویزه که من داشتم ویزه پاسپورت چیر کردن دیگه پاره کردن. یک مدت ما در 5-6 روز بودم، دوباره پس
رها کردن. در کجا شما را 7 روز زندانی کردن جناب شاهین؟ لشکری صاحب زمانی که اینا ما را گرفتن دیگه امودسای ما را بسته کردن، چشمای ما را چشمبند زدن، دیگه ما نفهمیدیم که در موتور انداختن. در استفاده تقریبا 20 دقیقه یا کم یا بیش ما یک جای رفتیم. حالا زمانی که چشمای ما را باز کردن در یک خانه بودیم که یعنی اونجا خانه ملکی بود، جای نظامی نبود. و چی میگفتن در این 7 روز با شما؟ در کنار شکنجه کردن و شکنجه هایی که شدید میرسیم جناب شاهین، دقیقا در این 7 روز با شما چی میگفتن؟ شما حتما پرسیدید که با چه جرمی شما رو دستگیر کردن. چی گفتن؟ چه پاسخی برای شما داشتن؟ جناب لشکری صاحب اینا ما برشان میگفتم که ما چه جرم داریم، دلیل چی است. میگفتن که شما در روی یعنی در نظامی پیشین هستین، یک بار تحقیقشان و دو موضوع که میگفتن شما از پنشیر هستین و از سیومش که میگفتن شما حتما در کدام برنامه اشتراک کردین دیگه، یا شما با کدام سران جمهوریت یا به اصطلاح جبهه مقاومت ملی شما تماس دارین. همین تک پرسنل را داشتن از ما. و بعد از 7 روز شما را از زندانی که نمیدانید در کجای هرات بود آزاد کردن. بله بله، بعد از 7 روز دوباره آزاد ساختن. و شمایی که پاسپورت نداشتید، پاسپورتتان توسط جنگجویان گروه طالبان از بین رفته بود، دوباره به کابل برگشتید یا به پنشیر جناب شاهین؟ لشکری شاهین ما تقریبا در مدت 20 روز ما در هرات پنهان بودم، با یک مشکل خدا به کابل رساندم و در کابل زندگی میکردم. بسیار خوب. بار دومی که شما دستگیر شدید چه زمانی بود؟ و برای ما بار دوم را قصه کنید که اصل زندانی شدن شما و اسارتتان رو شکنجه ها در دور دوم آغاز شد. در کجا بودید که شما را دستگیر کردن و چگونه دستگیر کردن؟ لشکری صاحب من در کابل زندگی میکردم و ساعت 7 صبح بود، در استراحت بودم که سر صدا شد و بلند شدم که دیدم در اولی را محاصره کردن، خانه ما را محاصره کردن. و از مرزشون پرسان کردم چی خبری از و ما چی جرم داریم. آنا با هیچ اجازه برای ما ندادن و دیدم اطراف خانه را که موتورایشان خیلی آمده و گرفتن ما، من بی خبر بودم از آنا. باز اینا دیگه تا حدی که اجازه برای ما لباس پوشیدن برای ما ندادن و فامیل من بودن و مادرم و طفلکای خرد در اونجا نداشتم. خیلی واقعا که بسیار درد آور است. چه برخورد کردن با شما جناب شاهین در برابر مادر و خانواده؟ خلاصه حرفا هیچ کلامش نشنیدن. مادرم برشان گفت که چی مشکل داره و جرمشان چی است، گپش گوش نکردن. و طفلکای من خورد که در سن 5 و 4 سن اونا گریه کردن که پدر ما رو کجا میبرین، پدر ما چی جرم داره. اما حرفاشان رو نشنیدن. و زمانی که ما رو در موتر گرفتن دیگه، در موتر انداختن، دوستای ما رو بسته کردن و چشمای ما بسته کردن. دیگه از اینجا شروع کردن به شکنجه، که به هر قسم شکنجه از یعنی با دیپچی از موی ما میگرفتن دیگه. و خلاصه شکنجه داخل موتر دیگه شروع کردن تا یک قسمت دیگه 1 ساعت یا کم یا بیش که ما در راه بودم چشمای ما بسته بود، نمیفهمیدیم کجا ما روان هستم. و بعد از اینکه شما را بردن به زندان، کدام زندان بود، کجا بود و در آنجا چه برخوردی با شما میشد جناب شاهین؟ لشکری صاحب گرامی زمان که اینا ما را گرفتن دیگه انتقال دادن به پنشیر. شما از کابل به پنشیر بردن؟ بله، زمانی که اینا از کابل ما را گرفتن انتقال دادن به پنشیر و ما در مدت 7 روز در ریاست استخبارات پنشیر، یک ماه در ریاست استخبارات پنشیر بودم، باز 7 روز در اتاقه بسیار رمود و سرد و برف بود و خلاصه از بس که دیگه اتاقا سب نم بود، دیگه اکسیژن هم نداشت، نبایش قید بود. 7 روز باز اونجا ما را اینا بسی کردن. و در کل 1 ماه شما در اداره استخبارات ولایت پنشیر بودید؟ بله بله، بعد از 1 ماه در ریاست استخبارات. در این 1 ماه چی به شما میگذشت جناب شاهین؟ چی میخواستن از شما؟ چه برخوردی با شما میکردن؟ شما من داستانتون شنیدم که سخت شکنجه شدید. چه شکنجه هایی را تحمل کردید؟ چه شکنجه هایی شدید؟ برای ما بگویید و برای بیننده ها بگویید. و دقیقا از شما چه میخواستن؟ خب شما را بار دوم دستگیر کردن، از کابل به پنشیر به زادگاه خودتان بردن و در خانه و کاشانه خودتان شما را اسیر کردن، زندانی کردن و شکنجه کردن. چه میگفتن؟ چه میخواستن جناب شاهین؟
لشکری صاحب زمانه که اینا ما را در پنجشیر بردن 7 روز نگاه کردن در اتاقای سلولای انفرادی، بعد از او باز در دیگه اتاقای خوبتر، خوبتر هم خوب زندان است انتقال دادن. و خاصشان از ما می بود که تو با چرا آهنگای اماسی خوند یک، و دومش که شما با جبهه مقامات ملی همکار هستین، و سومش هم که قبلی که به شما پیشتر گفتم که از پنجشیر هستین شما، بخصوص از دره عبدالاخی. این چرا بخصوص از دره عبدالاخی؟ اول یک سوال جناب شاهید، بعد از اینکه گروه طالبان آمد یک جنگی در پنجشیر صورت گرفت، با دره عبدالاخیل طالبان چه کرد؟ چقدر کشته و چقدر زخمی داد دره عبدالاخیل؟ لشکری صاحب گرامی، من شما خودتان بهتر میدانین از من که وضعیت در پنجشیر چه قسم بود و فعلا هم چه قسم است، بخصوص در دره عبدالاخیل حتما یک مشکلات و جنجالای خود دیگه داشتن تماما در ولایت پنجشیر و بخصوص دره عبدالاخیل جنجالای زیاد بیشتره. بسیار خوب، من بعضی از به هر حال محدودیت ها را من هم درک میکنم، میدانم که نباید شما بسیار زیاد به او ورود کنید، از این میگذریم، اما واقعا در زندان چه شکنجه میشدید جناب شاهید و چگونه شما را شکنجه میکردند؟ لشکری صاحب دفنشیر که یکانه کارش نمی بود، دو طاقه بسیار سرد و خراب ما را دیگه نگهداری میکردن یک، و دو موضوع که بزرگای قوم برای عبدالاخیل نمانده های قومی آمدن پیش رئیس استخبارات پنجشیر که یعنی شاهین یک آدم بیگناه است، شاهین یک آدم هنرمند است، یک آدمی است که همیشه در برنامه های خوشی مردم اشتراک میکرد و با هیچ حزبی و دوری جمهوریتی با هیچ کاری یعنی انجام نداده، گناه مرتکب نشده. اما متاسفانه رئیس استخبارات پنجشیر حرفای مردم و بزرگای پنجشیر نشنید، دیگه برای آنها گفته بود جرم شاهین بیشتر است و باید شاهین به مرکز انتقال داده شود و تصمیم مرکز باید بگیره. شما را از پنجشیر دوباره به کابل فرستادن؟ یک ماه در پنجشیر بودم، دوباره ما را آوردن به کابل، ریاست چل کابل. در ریاست چل با چه کسانی روبرو شدید؟ چه کسانی از شما بازجویی میکردن و در ریاست چل کابل از شما چه میخواستن جناب شاهین؟ لشکری صاحب گرامی، در پنجشیر اینا تعداد سوالای و تحقیقی از ما میکردن یکی بود، و کابل که آمدیم سوالاتشان و تحقیقشان تغییر کرد، و در کابل که آمدیم اینجا و تاکیدشان بیشتر بود که میگفتن شما هنرمندا در مجموع ترویج کننده فساد هستین شما، و شما جایگاه در افغانستان ندارین و کشتن شما مباح است پیش شما. همیشه توهین تحقیرشان همین بود. و دوم از اون که شما با سران جبهه مقامات ملی همکار هستین و تماس دارین، برای ما نشان بده که کی هست و کجا هستین، چی برنامه دارن بر علیه حکومت ما. و سومش هم لشکری صاحب گرامی که شما چرا آهنگای حماسی رو شما خواندین؟ بخصوص شما آهنگ شما ترانه های حماسی زیاد داشته جناب شاهین، درست است؟ یعنی خود موسیقی قرصک طوری است که در اشعار در متن خود از اشعار حماسی استفاده میشه، درست است جناب شاهین؟ بله، موسیقی قرصک یعنی بخشی از حماسی است، بخشی از محتوای شعری موسیقی قرصک ترانه ها و متن های شعرهای حماسی است که در او استفاده میشه. اما وضعیت صحیحتان بعد از اینکه شما آزاد شدید، چه مدت دیگر در کابل زندانی بودید و بعد از اینکه آزاد شدید وضعیت صحیحتان، من میخوام بدونم همین لحظه چگونه است جناب شاهین؟ جناب لشکری صاحب گرامی، من در ریاست چل کابل خیلی شکنجه و اینا شکنجه فیزیکی دادن و شکنجه روحی دادن، و فعلا نه وضعیتم خوبی نیست و زیر تداوی دکتر هستم. چرا، چه مشکل براتون پیش آمده؟ لشکری صاحب گرامی، اینا زمانی که ما در ریاست چل کابل بودیم اجازه بیرون رفته برای ما نمیدادن و شکنجه‌ای که ما را در ریاست چل کردن و در ریاست 90 میبردن به تحقیق، اونجا خیلی از هر لحاظ مثلا دریغ نمی کردن، یعنی برای ما برق می دادن، اجازه بیرون رفتن نمی دادن، با کیبل دیگه لد نمی کردن. خلاصه
دیگه خیلی وضعیت سخت و دردناک. من میگم این وحشتناکترین حالت یک کشور میتونه باشه که یک هنرمند موسیقی، یک هنرمند موسیقی را شما ببرید ریاست به ریاست استخبارات یا امنیتتان بگردانید و در هر ریاست او را با برق دادن، با شلاق زدن، با توهین کردن، با تحقیر کردن شکنجه کنید و تنها گناه او ای باشه که اول اینکه از پنچیر است، دوم اینکه هنر او هنر موسیقی است. این وحشتناکترین حالت ممکن در یک کشور میتونه باشه. اما جناب شاهین، شما همین لحظه در بیرون از افغانستان هستید و در کشور نیستید. من میخوام بدانم و تا جایی هم که من میدانم شما برای مراقبت های پزشکی از کشور خارج شدید، آیا این اجازه بیرون شدن از کشور را خود حکومت طالبان به شما داد یا نه شما از راه دیگری استفاده کردید؟ جناب لشکری صاحب، من پاسپورت نداشتم، پاسپورت و اینا پاره کرده بودن، من بسیار مشکل از افغانستان بیرون شدم و فعلا نم که در افغانستان من بودم، چند بار اینا دوباره به قول خودشان چاپن داختن، باز دوباره به بازداشت من و خانه ما رو چند بار تلاشی کردن و خیلی اذیت آزار دادن. دیگه من مجبور شدم که از افغانستان بیرون شدم. بسیار خوب، اول یک سوال، چرا شما رو آزاد کردن بار دوم و چگونه شما آزاد شدی جناب شاهین؟ جناب لشکری صاحب، ما قصه ها خب بسیار زیاد است. بگویید خاطرات تلخ. بگویید بر ما. بگویید بر ما. که جناب لشکری صاحب برای ما اینا اجازه ملاقات نمی دادن. تقریبا در حدود دو ماه یا بیشتر از دو نیم ماه اجازه ملاقات برای فامیلم نمی دادن. زمانی که من فامیلم دیگر می آمد به دیدن ما و عریضه می کردن، دیگر می آمدن از اینا پرسان می کردن که ما آمدیم به ملاقات موسی شاهین، می گفتن موسی شاهین در تحقیق دادن از تحقیقش تکمیل نشده. و روز روزا مادرم دیگه آمده بود و اینا برای اونا اجازه ندادن. میدونم جناب شاهین، به هر حال همین که زنده هستید و همین که همین لحظه صحبت میکنید در برنامه هستید، یک من فکر میکنم دعای مادر بوده، خداوند خواسته که شما زنده بمانید. به دلیل اینکه خیلی ها رفتن در روز زندان های طالبان و تا هنوز مشخص نیست که کجا هستن در زندان نیستن، زنده هستن یا نه، و این وضعیت مردمانی بود که در اون جغرافیای افغانستان تا پس آنها در زیر حاکمیت گروه طالبان زندگی میکردن. اما جناب شاهین، اگر قرار باشه که به عنوان یک هنرمند و به عنوان یک چهره شناخته شده یه هنر موسیقی در افغانستان یک پیام برای گروه طالبان و رهبران گروه طالبان داشته باشید چیست؟ جناب لشکری صاحب، من برای اونا پیام خاصی ندارم. اونا برای خانما اجازه کار نمیدن، مکاتبه را بسته کردن و دانشگاه بسته است و یک قشر سرکوب ساختن. برای اونا من پیام خاصی ندارم و من مردم افغانستان مردم مسلمان هستن، الحمدلله مردم با عزت هستن، خواهرایشان، مادرایشان، برادر همگیشان در حق از اینا به ظلم میشه و ظلم شده، واقعا که بر ما دردآور است، خیلی رنج میبرم. قرار است که به وطن برگردید یا نه؟ تا زمانی که اینا باشن خب دیگه رفتن به وطن غیر ممکن است. اونا کسانی هستن که با هیچ، پیشتر هم گفتم که مثلا به خانم ما اجازه نمیدن و دانشگاه رو بسته کردن و برای ما هنرمندان
غیر ممکنه رفتن به افغانستان. بسیار خب، من آرزو دارم که جناب شاه این روزی دوباره فرا برسد که افغانستان یک سرزمین مشترک برای همه مردم افغانستان باشه، برای همه شهروندان باشه و همه بتانیم که در کنار یکدیگر زندگی کنیم. کمایی که در همان دورانی که ماها در افغانستان بودیم، اگر همین گروه طالبان می آمدن و می خواستن که مسالمت آمیز در کشور زندگی کنن، هیچ مانعی برایشان نبود و من امیدوار هستم که روزی برسه که همه بتانیم در کنار یکدیگر زندگی کنیم. جناب شاهین، سوالات زیادی باقی مانده بود، اما به دلیلی که هم وضعیت روحی روانی خودتان طوری نیست که بیشتر از این ادامه بدیم و همین که من میدانم یک محدودیت‌های بسیار عجیب و غریب امنیتی شما هنوز هم در افغانستان دارید و پرداختن به بسیاری از موضوعات میتونه برای شما مناسب نباشه، و همین دلیل من بیشتر از این نمیخوام با شما صحبت کنم. مصاحبه بعدی رو من آرزو میکنم که روزی در افغانستان با یکدیگر داشته باشیم و در یکی از برنامه‌های تلویزیونی کمی صحبت کنیم و بعد از او بیشتر از شما بشنویم و شما قرصک بخوانید. قربانتان، سلامت باشین جناب لشکری صاحب گرامی. من واقعا که بسیار زیاد خوشحال شدم که شما جور صحتمند هستین و نگار روزی صحتمندی برای شما و برای تمام بیننده‌های دیگه برنامه کوکتوز دارم. تشکر از لطفتان. زنده باشید. تشکر. فقط شما این صاحب یک سوال من می‌خوام از شما بپرسم. در بندیخانه سرتون قرصک کنه خواندن؟ جناب لشکری صاحب خاطرات جالب دارم از بندیخانه. جناب لشکری صاحب زمانی که دوستا و رفیقا خیلی دیگه دلتنگ بودن و جگرخون بودن و خواهشان از پیش ما شد که شما یک بار برای ما یک زمزمه کنیم، باز ما برای از اونا گفتم که از این خاطر زمزمه، از این خاطر آواز خواندن خود اینجا افتیدیم دیگه، از این بار چی میفهمید که کتاب برای نماره. او اندیوالای بندیخانه تا چطور نترس و چطور شوقی بودن سبب داد بندیخانه طالبا موسی شاهین میگم قرصک و سبب. بسیار خوب جناب شاهین، از وطن خارج شدید، قرصک میکنید در این شب و روز هم یا نه بین خودتان جمع دوستا که جمع میشید؟ جناب لشکری صاحب گرامی، خب وعده ما به تمام مردم افغانستان و خصوص به ملت رنجیده افغانستان هم، تا زمانی که مردم در آرامیت و در خوشی دیگه قرار نگرفتن، هیچ زمانی ما به موسیقی ادامه نمیدیم. آه، یعنی کاملا موسیقی رو گذاشتید تا زمانی که همه مردم افغانستان در یک آرامش به سر آورن. بدون شک برای تمام مردم افغانستان دیگه معلوم است که ما در خوشی مردم افغانستان خوش بودم و فیلن که دیتو شرایط قرار دارن ما دیگه جگرخون هستم. میدونم جناب شما و من خود دارم که مردم در اون حالت دیگه قرار داشته باشن و یک لغمنان هم نداشت و یک لغمنان محتاج باشن و من باید برام به موسیقی میدام بدم. بسیار عالی. هرچندی که اون شعرهای حماسی موسیقی، سبک موسیقی قرصک میتونه که یک تلنگر و یا یک روحیه بسیار خوب بر مبارزان نظامی و سیاسی بر علیه گروه طالبان باشن، اگر باز بر از اونا خواندید بخوانید سب، خوب است سب. موسیقی شما روحیه بخش است، مشت قوی تر می سازد برابر دشمن سب. تشکر. زنده باشید جناب شاهین، وقتتان بخیر. سپاسگزار که از راه دور با ما در ارتباط شدید و با شما صحبت کردیم. آرزوی سعادتمندی و سلامتیتان و خدا نگهدار. تشکر از شما دوستان عزیز که تا اینجا با ما همراه بودید. مصاحبه من با موسی شاهین، هنرمند موسیقی محلی افغانستان در سبک قرصک ولایت پنجشیر دیدید و شنیدید. مصاحبه کمی کوتاه بود به دلیلی که هم جناب شاهین محدودیت های امنیتی خود را داره در جایی که زندگی میکنه و در کابل، و همچنین از لحاظ روحی و روانی هم، از لحاظ روحی روانی هم در شرایطی نبود که بیشتر از این با جناب شاهین صحبت کنیم. از زندان‌های کابل در تحت حاکمیت گروه طالبان به هر حال خبرهای خوبی نمی‌رسد. خدا نگهدار. آزادی دارید.